شب که از نیمه می گذرد، گلزار شهدا بهشتی می شود برای خلوتی شبانه، خلوتی شهدایی. بسیارند کسانی که بر مزاری به راز و نیاز با یک شهید نشستند، حرف دل می گویند و بار دل سبک می کنند. خیلی آروم میشه هر ما میام اینجا. این همه آدمای خوب، چهره رو نگاه کنید ببینید نورانی. همزمان هم درد و دل کنیم، هم حاجتامون ازش بخوام. یه جوری مثل نوازش بود برامون. احساس میکنم که ما رو دعوت کردن که بیایم اینجا، هم باهاشون باشیم، هم باهاشون درد و دل کنیم، صحبت کنیم. برخی هم دست به کار، دست به قلم میشوند تا رنگ و نقشی نو بر نشان شهیدی بکشند. رنگ میزنیم به قبور شهدا، چون در طول سال رنگاشون از بین میره، به همین خاطر هر سال بچه‌ها میان تو شبای ماه رمضان و مزار شهدا رو رنگ‌آمیزی میکنن. سختت نیست؟ نه سختی نداره. حالی که شهدا به اینجا دادن یه حس و حال خیلی خوبیه. دعوت شدگان شهدا کم نیستند، جماعتی 2300 نفره. هر کسی یک بار آمده دلبسته و دلداده شهدا شده. من خیلی شهدا رو دوست دارم. به عشق شهدا اومدم. خانوادگی اومدیم 7 نفره. عاشق شهیدا هستم و تا آخر عمرم پاشون میمونم. روزهای عادی ما تا 200 تا 300 نفر رو داریم. شبای زیارتی مثل پنجشنبه که شبای زیارتی ابا عبدالله هست، ما 500 تا 600 نفر اینجا حداقل رنگ‌آمیزی می‌کنیم. مردم در گلزار شهدا شب‌ها را به احیا می‌نشینند. که این ادای دین کوچکی است به ستاره‌های زمینیمان و نشانی است از ادامه راهشان. با یه عشق اومدم دوباره اینجا، یعنی با بودی که خسته بودم گفتم بیام اینجا. واقعا مدیون این شهدایم. خیلی هم خوشحالم که امروز اومدم اینجا و کمک بقیه میکنم. انشالله زندگیمونم رنگ شهدا بگیره. بسیاری از شهدای ما در جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند. جالب است بدانید برخی از برادران عراقیمان که احساس دین به این شهدا دارند بانی این کار خیرند. لا نفرق نحن بين شهيد، فرقی بین شهدا نیست، چه فارس چه عربی، اینها همگی شهدای اسلامن و شهادت طریق سعادت است. این حرکت خودجوش و جهادی از سال 82 تا کنون در ماه مبارک رمضان و در مزار و گلزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ادامه داشته. رنگ‌آمیزی مزار شهدا تا پایان ماه مبارک رمضان در تمامی گلزارهای سطح شهر ادامه خواهد داشت. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.